مسلمانان بزرگترین جمعیت دینی را به خود اختصاص خواهند داد بر اساس مطالعه یک مرکز تحقیقاتی در آمریکا اسلام در سال 2075 میلادی بزرگترین گروه دینی جهان از نظر تعداد پیروان خواهد بود گزارش همکارم علی اکبری رو با هم می‌بینیم اگرچه مسیحیت یکی از رایج‌ترین ادیان در میان ادیان ابراهیمی بوده است اما بر مبنای داده های مرکز پیو انتظار می رود تا پایان قرن بیسته یکم جایگاه خود را به دین اسلام واگذار کند. در آغاز قرن بیستم مسیحیت با حدود 560 میلیون پیرو بیشترین تعداد پیروان را در میان ادیان ابراهیمی داشته در حالی که تعداد مسلمانان در آن زمان تنها 200 میلیون نفر بود در سال 1900 مسیحیان 34 درصد از جمعیت جهان و مسلمانان 12 درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدادند. اما این تفاوت بین جمعیت مسیحی و مسلمان در طول قرن بیستم به طور چشمگیری به نفع اسلام کاهش یافت زیرا اسلام سریعترین رشد پیروان در سراسر سر جهان را داشت این رشد تا قرن 21 ادامه داشته است پژوهش انجام شده از سوی مرکز پیو پیش بینی می کند که تا سال 2050 میلادی اگر نرخ رشد فعلی جمعیت به همین شکل ادامه یابد تعداد مسلمانان تقریبا برابر با تعداد مسیحیان در سراسر جهان خواهد بود و برای اولین بار در تاریخ مدرن تعداد پیروان دو دین برابر می شود مطالعه دیگری در سال 2017 نشان می دهد تعداد مسلمانان بین سالهای 2015 تا 2060 میلادی نسبت به کل جمعیت جهان بیش از دو برابر سریع تر رشد خواهد کرد و در نیمه دوم این قرن از تعداد مسیحیان پیشی گرفته و بزرگترین گروه دینی جهان را تشکیل خواهد داد. این مطالعه نرخ بالای باروری زنان مسلمان را دلیل این رشد دانسته است. هر زن مسلمان به طور متوسط دو ممیز نه فرزند دارد در حالی که برای هفت گروه عمده مذهبی غیر از مسلمانان این عدد به طور متوسط دو ممیز دو نفر بوده است یکی دیگر از عوامل این است که جمعیت مسلمانان در سطح جهان جوانترین جمعیت می باشد میانگین سن مسلمانان هفت سال از میانگین سن غیر مسلمانان کمتر است به این معنی که تعداد بیشتری از جوانان مسلمان جایگزین غیر مسلمانان مسن در سراسر جهان خواهند شد از آنجایی که بسیاری از مسلمانان تمایل دارند به کشورهای با اکثریت غیر مسلمان مانند کشورهای اروپایی و آمریکا مهاجرت کنند تا سال 2050 مسلمانان تقریبا یک درصد از اروپا را تشکیل خواهند داد و در ایالات متحده در زمان مشابه آنها دو درصد از جمعیت را تشکیل می دهند. در حالی که بر اساس پیش بینی های مرکز پیو تعداد مسلمانان در سراسر آمریکای لاتین بسیار کمتر خواهد بود. همچنین از آنجایی که آسیا همواره موتور رشد جمعیت جهان در عصر مدرن بوده است، دو کشور آسیایی چین و هند اولین و دومین کشور بزرگ جهان از نظر جمعیت هستند. این مطالعه در ادامه نشان می‌دهد که پس از سه ده هند بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را داشته و جایگزین اندونزی خواهد شد که در حال حاضر بیشترین جمعیت مسلمان جهان را دارد